سلام بچه ها، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. امروز میخوایم ترک آغوش از شاهین نجفی رو با هم گوش کنیم. طرفدارای شاهین نجفی خیلی کامنت میذارن که آقا چرا از شاهین نجفی ریاکت نمیری؟ واقعا دارم سعی میکنم تا اونجا که بشه ریاکت برم. دو روز پیش بود فکر کنم که از شاهین نجفی ریاکت رفتم. دمتون گرم، 6000 تایی هم شدیم. واقعا نمیدونم چی بگم. سریع بریم و بیام و به این ترک یعنی آغوش گوش بدیم. اگه صدا میشنوید همین الان سابسکرایب بکنید و یه کامنت انگلیسی هم بذارید که ساب بمونید. واقعا شما با سابسکرایب کردن قشنگ سوخت ما رو تامین میکنید، قشنگ بنزینین برای رادیو اکتیو زون. هشتگ راستگاد هم فراموش نکنید. هر جور توی فضای مجازی فعال هستید یه هشتگ راستگاد بذارید تا خانوادمون بزرگتر بشه. اما بریم سر وقت این ترک آغوش از شاهین نجفی. فکر میکنم 3-4 سالی هست که این ترک اومده، احساس میکنم عاشقانه باشه. یه ترک عاشقانه خفن ازش رفتم، آخرین بوسه واقعا کف کردم، یعنی یکی از قشنگترین عاشقانه ترین ترک هایی بود که تو عمرم تو هر سبکی از موسیقی شنیده بودم. اما بریم ببینیم این آغوش چجوری هست دیگه. شروع شدنش خیلی یونیک بود، فکر کنم اولش یه رادیو بود، رادیو اسپانیولی هم بود اگه شما نکنم، بعد حالا آروم آروم داره بیت شروع میشه. زبان تو باید به این زخم ها دست تو شاید باشد بر همین. من اگه شاهین نجفی بودم اگه بیت ساز این بیت من میداد و همچین لیریک داشتم میگفتم what the fuck، من چطوری میتونم همچین آهنگی و همچین تکستی و رو همچین بیتی بخونم؟ نمیدونم چطوری واقعا شاهین نجفی منش کرد و تونست این آهنگو بخونه. به نظرم بیتش به آهنگش تا الان حداقل زیاد ربطی نداشته، ولی خب سبکش اینطوری، کلا انگار یه ژانری از موسیقی، احساس کنم بلوز، اشتباه نکنم. بزنیم عقب یکم. زیاد تا الان تو باید به این زخم ها دست تو شاید باشد بر همین. باشد مرهمین جهان در جدال و حال من و عشقهای نیمه شب و تسکین این بغض با یاد تو شاید کمی کسی جز تو از دردها در روی من آقاد نیم. آروم آروم دارم میگیرم داستان چیه، بهتر شد، اشرف جلوتر، الان یه دفعه بیت یکم خونساتر شد، صدای شاهین نجفی هم بیشتر اومد رو بیت. گوش کن. کسی جز تو از درد خواد در روی من آقاد کسی جز تو، چون تو برای زمان به زنگاه نیست. خیلی قشنگ گفت. همه ما آدم ها تو این دنیا یه سنگ صبور، یه رفیق داریم که سنگ صبورمونه، یه رفیق داریم که باش احساساتمون رو به اشتراک میذاریم، باش درد دل میکنیم هممون، یعنی نمیشه کسی نداشته باشه، یا طرف حالا فیزیکیه رفیقشه یا زنشه یا شوهرشه یا دوست پسرشه یا دوست دخترشه یا هم خداشه، یکی ما داریم که باش درد دل کنیم و اون طرف که میتونه خدا باشه میتونم آدم باشه از چیزایی از ما آگاهه که فقط و فقط خودت میدونی یا طرف، هیچ کس دیگه نمیدونه. قشنگ داره ربطش میده به تایتل آهنگ که آغوشه دیگه، میگه خب 100% دلت برای طرف تنگ میشه دیگه، وقتی طرف نزدیکت نباشه، سنگ صبورت نباشه، طبیعتا دلت تنگش میشه دیگه. زمان به زنگاه
تو باشی پریشانم پیش تو، تو نفی حجابی عریانم پیش تو. تابو کجاست یارا خوش تو؟ ایهام هم داشتیم، یه وقتی تو باشی عریانم پیش تو، یعنی هم لختم پیش تو برای اشغال، همین که از لحاظ روحی اوریانم، هیچی تو فکرم نیست، وقتی تو باشی همه چی دارم. کجاست یار آغوش تو؟ کجاست یار آغوش تو؟ کجاست یار آغوش تو؟ ولی واقعا یکی از عجیب ترین ترک هایی که از شاهین نجفی شنیدم، خیلی بیتش یه دفعه خاموش میشه، چند تا بیت سویچ ریز داشته. نور غرور حضور عمیق باوری تو به شکلی عجیب و غریبان در مسلخ من میآوری، تو به اندازه بودن منی، حس ناب شعر خواندنی، تو توانایی ساده بودنی، تو دلیل محکم خوب مردنی، تو دلیل محکم خوب مردنی. یعنی چی؟ یعنی چقدر قشنگ داره طرف رو توصیف میکنه. یا آقا من طرف رو که داشته باشم، مالو فرض کنین طرف باشه، طرفی که داشته باشم هیچی، یعنی حتی زندگی من برام مهم نیست، اگه طرف بره بهترین دلیل برای من که منم برم. و واقعا همینه، ما دیدیم توی داستانه واقعی که اتفاق افتاده، طرف 50-60 سال دو نفر با هم زندگی کردن، یکیشون میمیره چند ماه بعدش یا حداکثر چند سال بعدش اون یکی هم میمیره. خیلی قشنگ داره توصیف میکنه. خوب مردن کجاست یار آغوش تو؟ کجاست یار آغوش تو؟ کجاست یار آغوش تو؟ کجاست یار آغوش تو؟ و تمام. ترک باحالی بود، ترک عجیبی بود 100%. اول من فکر کردم اسمش آغوشه، مثل ترک آخرین بوسه باشه، ولی آخرین بوسه فوق‌العاده دپ و فوق‌العاده رمانتیک بود. هنوزم میگم شاید رمانتیک ترین آهنگی که من گوش دادم. و اگه شما دوست دارید عاشق شید یا دوست دارید که با عشقتون بمونید، اون آهنگو گوش بدید تا عشقتون محکم‌تر بشه. اینم ولی خوب بود، اینم خوب از یه دیدگاه دیگه‌ای رومانتیک بود، ولی اون سبک موسیقی، اون سبک بیتش رو من زیاد دوست نداشتم. فکر میکنم به این ژانر بلوز میگن، حالا بازم مطمئن نیستم. دمتون گرم که این ترک رو پیشنهاد کردین. تا اونجایی که بتونم از شاهین نجفی بیشتر میرم که طرفدارش هم راضی باشن. حرف دیگه ای ندارم، تا ویدئوی بعدی مخلص. دوستتون دارم شدید به مدت مجید. خداحافظ.